حاضر نشدی؟ برای چی؟ کتی من که بهت گفتم یه امروز مرخصی میگیرم با هم بریم بیرون. آها بذار آقا جون اینا بیام بهت میگم. آقا جون اینا؟ میگم این حوله منو ندیدی سر جاش نیست کتی. نیستی عزیزه. خوب خوابیدی؟ خودت که میدونی مثل این حوله من چرا خیسه؟ نمیدونم حتما کامران دست صورتشو خوش کرده. کامران؟ من میخوام ببینم ببشه تو حریم شخصی سرش نمیشه. بابا من چقدر باید به این کامران بگم دست مسائل شخصی من نزن ها؟ سکو ببینم مگه کامران بیداره؟ من که یادم نمیاد تو این شش ماه تو تحصیل دوازده بیدار شده باشه. اون که همیشه تا لنگه زور خوابه. بله صبح آقا جون رفتن دادگاه پیگیر این مسئله کلاهبرداری بشن ببینن سرنخی از این یارو پیدا شده یا نه. کدوم یارو؟ دایی تو میگی؟ نه بابا دایزیای بیچاره من که خودش مال باخته است. همون از خدا بیخبری میگم که مال اینا رو بالا کشیده و خورده. چتی یه لحظه میشینی میخوام باهات صحبت کنم. اصلا من امروز مرخصی گرفته بودم که بریم بیرون با هم صحبت کنم. بشین عزیزم. الان ما 6 ماهی که با هم ازدواج کردیم درسته؟ از شانس بعد من هم درست آقا جون همون موقع ها برشکست شد و با خانواده تشریفشون رو آوردن اینجا. عزیزم نمیدونم چی جور بهت بگم. راحت بگو. ما توی این مدت نیم ساعت با هم تنها نبودیم. من شبا پیش بابا تو دادشات میخوام. مگه چیشونه؟ چشمشون نیست. آقا جونت که خوراپاف میکنه. کام میزم که تو خواب حرف میزن. حالا این دوتا رو میتونم تحمل کنم. کامران تو خواب به من مشت لگت میندازه که من دیگه واقعا خسته شدم. میدونستم. از همون اولش میدونستم. تو منو دوست نداری. خانواده من برای درزشی ندارم. الهی بمیرم برات آقا جون. عزیزم قربونت برم این چرکیه میزنی. خانواده تو هم مثل خانواده خود من میبونم. من واقعا حرفم اینه که یارو الان 6 ماه گم و گور شده. اومدیم و اصلا پیداش نشد. بالاخره نباید یه فکری بکنیم. این اوضاع نباید یه تغییری بکنه. آقا جون کجا بودم این تازه به دنیا رسیدم. این دفعه صاحب شوکت بودی. ما آنو ملال داشتی. اوباحت داشتی. که اینجوری به دخترت سرکوب نزنن آقا جون. کتی سرکوفته چی؟ الان آقا جونت هست. داداشت کامران 28 سالشه بیکار الاف صبح تو شب خونه هست. کامیز و کامران هم که دانشجوان بیکار. حالا مادر جون هیچی. بابا من بدبختم یه کارمند ساده بانکم. مگه چقدر درآمد دارم؟ زندگی خرج داره. اینا تو خود بهتر میدید. ماشاءالله هزار ماشاءالله. بابا هم نمیخواد. بسه دیگه. مگه خانواده من چقدر میخورن تو این خونه؟ یه نگاه به خودت توی آینه کردی؟ برو نگاه کن. مردشون رو ترکیب تو ببرم خاک بر سر. این زبونش شده باد بزن جگره. چه خبرتونه سر صابی مثل موش و گرد افتادی به جون هم؟ سلام صبح بخیر مادرشون. چه سلامی آقا نیما. خون به جگر کردی این بچه ای منو. یه روز نمیشه من از صدای دعوای شما خواب بیدار نشم. من پوستم حساسه نباید استرس داشته باشم. نه مادرش تو دعوا چیه؟ ای خدا باز این اومد. داشتم به کتی میگفتم که داشتم به کتی میگفتم حالا که من امروز مرخصی گرفتم و خونه یه برنامه ریزی کنیم بریم بیرون یه کبابی بزنیم. بریم بیرون یه کبابی بزنیم. بله. تو همین الان نمیگفتی من کارمند بانکم؟ خانواده ای تو هم باد هوا نمیخورن؟ میخوای یه کباب بدی به ما یا سرکوف بزنی به دخترم؟ خیلی ببخشید آقا نیما ولی عجب آدم دروی هستی. نه مادر جون نیما داشت میگفت حالا که امروز خونه است من بیام شما رو بیدار کنم بریم بیرون یه هوایی بخوریم یه کبابی بزنیم و اینا. مگه نه نیما؟ بله دقیقا من همینه داشتم میگفتم. حتما مادر جون بعد متوجه شدم وگرنه ما مغلق و قارباده همسرم هستیم. خوبه بیشتر از این همش نزن که خوب شناختم. ببینم کتی کبرا کامبیز بیدار نشدن. بابا تو کامران نیومدن. مثل این که صبح کلاس داشتن این دو بلای افسانه ای رفتن دانشگاه. بابا و کامران هم هنوز نیومدن. خیلی هم دیر کرد. بابا حالا امروز که همه باید باشن هیچ کدومشون نیستن. نه مادر جون بذارید به کارشون برسن. من حالا مرخصی زیاد طلب دارم. یه روز دیگه رو برنامه‌ریزی می‌کنیم میریم بیرون. کی با شما کار داره آقا نیما؟ دیوونم کردی؟
با مامان پس چرا میگه همه باید امروز خونه باشن؟ آخه امروز قراره واسه خواهرم خواستگار بیاد. ببخشید اون وقت اینجا؟ چی آقا نیما؟ بد کار کردم دارم دخترم و شوهر میدم تا یه نفر کمتر هوای خونتو بخوره؟ نه منظور خاصی نداشتم، قدمشون به روی چشم. کی هست حالا؟ یکی از هم دانشگاهی هاشه، برخلاف بعضی ها پسر با شخصیتیه، بچه خوبی به نظر میرسه. چند روز پیش زنگ زد، خیلی مؤدبانه درخواست کرد که بیاد خواستگاری. آخه تو این وضعیت هنوز تکلیف این کلاهبرداری مشخص نشده، با این اوضاع قیمت‌ها جلیزیه رو می‌خواین چیکار کنین؟ فکر همه چی رو کردین؟ ای بابا دخترم، اومدیم و تا قیوم قیومت این کلاهبرداری پیداش نشد. من که نمیتونم همه خواستگار این دختر رو رد کنم بره. همه یه دونه خواستگار. آره کتی مادر جون داره راست میگه. اومدیم و یارو اصلا مرد. دست ما کوتاه موند ازش، اینطوری بهتر. کبرا کسته باش کنه بره یه مدت، هم ما باید دیگه مادر جینا رو تحمل کنی. به هر حال کبرا هم دخترشونه، ناراحت میشه یه مدت اونو نباشم. مگه نه مادر جون؟ نه خیلی نه بابا نیما، نیازی نیست دوری ما رو تحمل کنی، چون پدر و مادر شهرام جون سیتیزن کانادا هستن، بعد از ازدواج اینا هم میرن اون برا کانادا؟ کبرا رو میبره کانادا؟ شهرام جون، کتی خانم یه لحظه تشریف میاری؟ کی میرم؟ کتی خانم، یه لحظه تشریف میاری؟ میخواد کبرا رو ببره کانادا؟ بله شنیدم. اینی الان 6 ماه خونه من بدبخت دارم، اما خرج و مخارجشون هم با منه. یه بار من نگفتن نیما جون وقت دارم همونت نیومده شده چی؟ شدی شهرام جون. خیلی خب، حالا تو هم وقتی رو بردی نیما جون. به بابا گفتی؟ بالا دیشب همش میخواستم تنها گیرش بیارم که بهش بگم نشد، آخرم خوابش بود. صبح قبل از اینکه من بیدارشم با کامران رفته بودم. یا الله سلام، ما اومدیم. آقا جون بپا. آقا جون بپا. آقا جون مراقب باش. بابا خاک به سرم. آقا کمان چی شده؟ چرا این ریختی شدی؟ هیچی بابا، جلوی در دادگاه یه جوب بزرگ بود، آقا جون اومد بپره، افتاد تو جوب، هم فاق شلوارش پاره شد، هم کمرش لک بلک شد. بابا مگه نمیگی فاق شلوار آقا جون پاره شده؟ پس چرا پاچه‌هاشو کرده تو جورابش؟ حالا که آقا جون پاچه‌هاشو نکرد تو جورابش، جورابشو کرده تو پاچه‌هاش. دوم هم خاطر اینکه میخواد ثابت کنه استقبال اجتماعی داره، به هیچ کس مربوط نیست. ای خب حالا تو چه تعاملاتی گرفتی؟ آدم با شور افتاده تو چوب دیگه، تو دیگه گلاب گیری چه نیفتاده خیلی سره. باشو برو. شما نبودی، برو میبرم، برو برو داداش، برو دورت بگردم، فقط برو. مرگون قد و بالاس برم مادر. ای حالم حالم کتی داداش. بیا نیما خودت مواجه پله ها باشی، مادم نخورید زمین. چشم مادر آبجی، فقط ببندن این شوالتو، من اون وقت کجا به این لیسانس دادم آخه؟ نیما خوشت میاد با داداشم کل کل کنی؟ مگه نمیبینی خسته است؟ کتی مگه من چی گفتم؟ من خواستم ببینم چی شده. بینه درست آقا نیما خجالت بکش، حسودی هم حدی داره آخه. آره واقعا این همه شایستگی و توانایی آقا کامران حسودی هم داره والا. سلام. سلام داداش، خسته نباشی، قربونه بشم. کامران آقا جونه چه شده بود؟ صد دفعه گفتم به این پیرمرد اول صبحی انجیر ندیم بخوره دیگه، آبرو و شرف ما رو تو دادگاه بود، از بس به خودش پیچید و رنگ عوض کرد. اگه یه رب دیگه میشستین قاضی میگفت کلاهبرداری ملاهبرداری همش کار خودتون بوده، ما رو سر کار گذاشتین. بعدش هم که اومدیم بیرون جلوی در دادگاه یه جوب بزرگ بود که بعد روش میپریدیم. حالا من پریدم. آقا جون چی؟ آقا جون پرید. چی؟ کامران درست حرف بزن، ببینید چی میگی؟ دارم میگم دیگه آبجی، اصلا بذار واسه عملی توضیح بدم. آقا جون کل مدت دادگاه رو گلاب تروتون، گلاب تروتون، گلاب تروتون به خاطر دلپیچه و بیرون روش هی به خودش میپیچید و رنگ بزن. یعنی تمام عضلات بدنش رو منبسط کرده، منقبض کرده، تمام عضلاتش قفل شده بود. 2 ساعت تمام مثل گراز خسته همینطوری خوش شده، چشاش شده بود کاسه خون، رگای بدنش زده بود بیرون، هر لحظه ممکن بود از چشاش جون مثلا کردی بگو دیگه.
آره خلاصه به حدی بود که موقع بیرون اومدن همونطوری یه قفل اومد بیرون. بعدش هم که جوب و پرش من و آقا جون اومد بپره، خدا واسه دشمنتونم نخواد، رو هوا تو مسیر عدسه زد. خب بعدش؟ بعدش هیچی دیگه، عدسه زد و تمام عضله‌ها منبسط، قفلا همه وا شد و این فاجعه که دیدی رقم خورد. من اول فکر کردم مثل این فیلم خارجکی‌ها هست، آقا جون رو از یکی از ساختمونای اطراف دادگاه با تیر زد. یعنی آقا جون یه جوری افتاد تو جوب که من واقعا فکر کردم آقا جون تیر خورده. آقا جون چی خورده؟ آقا جون تیر خورده. بعد که رفتم نزدیکتر دیدم آبرومون تیر خورده. آبرومون چه تیر خورده؟ الهی بمیرم. طفلی آقا کمال چقدر خجالت کشیده تو خیابون. طفلی آقا کمال چیه مادر من؟ من بدبخ همش خجالت میکشیدم از این اون عذرخواهی میکردم. آقا جون کل مسیر افقه افقه قیره شده بود، انگار نه انگار همه سافریده پاهم دیگه مالکنم نیست، از شهر تا قبل رو پاهم نشونده بودم این تو تاکسی من رو. داداش حالا چرا نشوندیش رو پات؟ بابجی جان راننده تاکسی نمیذاش بشینه رو صندلی، خب حقم داشت ماشینش صفر بود. یا ولی تو مجبور بودی بگیره طرف که اونم نظر آقا جیره بیچاره با اون وزش میشه رو صندلی. بی باشان یارو با کلی احساس زرنگی و دوراندیشی رفته 170 میلیون داده پراید خریده، اون وقت ما بهش نگیم؟ بعدشم اصلا نیاز به گفتن ما نبود. هوای داخل ماشین انقدر مسموم بود، انقدر بوی لجن و کثافت پیچیده بود تو ماشین که چشامون داشت میسوخت. بازم خدا خیرش بده با این وضعیت شما رو تا اینجا آورده. آره آورد، ولی پول یه اسپرو و یه کارواش و سوای کرایه از همون گرفت. خیلی خوب بسه. این بچه یه کلو پرسید دادگاه که رفتی چی گفت؟ والا دادگاه که هرچی سعی کرد نتونست حرف بزنه، ولی قاضی از همون پرسید شما چند وقت آقای بیزر رو میشناسین؟ ما هم گفتیم مثلا تا حالا ندیدیمش، ولی دورا دور یه شیش ماه میشه که میشناسیمش. داداش بیزه کیه؟ همین کلاهبرداره دیگه آبجی، همین حیوانی که به اسم سرمایه گذاری تمام مال و اموالمون رو بالا کشید. 18 تا شاکیه دیگه به جز ما داشت، سر هر کی رو به هر نحوی که تونسته بود کلاه گذاشته بود. به یه نفر قول ازدواج داده بود، به یه نفر گفته بود برای تو بورس سرمایه گذاری میکنن، به یه نفر واکسن تقلبی فروخته بود، به یه بیشوری هم برج میلاد فروخته. برج میلاد؟ بله کامران مگه شده دیگه مادر. ای خوب ای کامران واقعا بیزی مرم سرشمار کنه بزشتی؟ نه بابا اون که زندانه، ما از این بیزه ها زیاد داریم تو من بکر. این بیزه کسافت اسمش باقر زیاده خواه. کامران کامران جانم آقا جون. کامران کجایی پس؟ من پایینم آقا جون، تو چی بالای؟ نمیگه میگم جانم الان میام الان میام. بچا آقا جونتون اومد حرفی از جوب و تاکسی و اینا نمیزنید؟ زشته خجالت میکشه. نه مادر جون نگران نباشید، حواست اون اسیارتون رو هست. اتفاقا هر وقت تو میگی نگران نباشید من بیشتر نگران میشم. آقا همه رو بل کنید، دهن این آقا رو به من. تو برو بلای تو برو بلای. نیما جان جانم عزیزم بیا جانم ماما. نیما جان آقا جون اومد. خب بگم آقا جون اومد زیگه. به به سلام به خانواده عزیزم. سلام به خانواده بفرما برات هزینه کردم ها. البته خودت گلی چی داری گتیشون؟ خوبی آقا جون ماشاءالله هزار ماشاءالله. آه آقا نیما چطوری تونه ده؟ بباشی بیشم آقا جون آقا جون آقا جون مثل اینکه جانیست برو آقا آره آقا جون کنی بهتره. کامران بفرمایی این گله کجا بود؟ نمیدونم چرا با پا میده؟ گل فروشی خریدم. کی؟ بفرم ده تا پیش بفرم. یا الله یا الله الان بهترین آقا جون. آره دختر عالی. خب داداش بعدش چی شد؟ آها هیچی دیگه، بعدش قاضی از من پرسید شما با زیبه چه نسبتی دارید؟ زیبه نه کامران، همین الان خودت گفتی دیگه بیزه باقر زیاده خواه. نه بابا اون که بیزه بود زیبه دایی زیا رو میگفت. زیا بی تدبیر. اصلا شما این دوتا فامیلی رو بذار بغل هم، زیاده خواه بی تدبیر. به یه بچه 6 ساله هم نشون بدین میفهمه که این زیاده خواهر قراره بکنه تو باچه این بیتر. آخه این فامیلی تو داری مرد؟ بله خوردون فامیلی خودتون بشم. فامیلی ما مگه چشه؟ بنده
کماله کاسه لبروه که نازاره کنازاره فامیده تو خوبه تقه تقه فوشه بیشون این ما تقه آقا بگوی نفارو تمام مانهوارم رو برد یارو من اصلا موندم کدوم آدم ابلهی همینطور ندیده و نشناخته کل سرمایهش رو میسپاره به کسی که هیچ شناختی روش نداره آقا جون صرف زن بچه اگه تو تربیت نشدی ببخشید نه آقا جون منظور کامران و نیما دایی زیاست که با اون یارو اعتماد کردن وگرنه ما که دایی زیا رو میشناختیم البته آقا جینام گفته نماند ما ابله ترین با اینکه دایی زیا رو میشناختیم بهش اعتماد کردیم وا به داداش بدبخت من چه ربطی داره والا خانداداش من الان 2 ساله داره سرمایهش جای مختلف سرمایه گذاری میکنه تو این چند وقتم که ندیدمش هر وقت بهش زنگ زدم بعدش از قبل بهتر بوده به داداشم چه ربطی داره؟ ساده خانوم ساده وضع خانداداشت داره بهتر میشه چون داره پول منه بدبخت رو میخوره چون دستش با این زیاد خواه نامر تو یه کاسه هست چرا قبل این وضعش بهتر نمیشد ها؟ نه خیلی بالاخره سرمایه گذاری زمان میبره از شانسش سود تمام سرمایهاش تو این 6 ماه برگشته به داداشم چه ربطی داره؟ چی؟ بعدش هم آقا کامران یادت رفته زمانی که دایت اومده بود خونم و این پیشنهاد رو داد کل سالان و یورت میرفتی؟ که آی قبول کنی پولدار میشیم با این سیش؟ همه تو موافق بودی؟ این همه از هوش و ذکاوت و شم اقتصادی من سود بردی یه بار از من تشکر کردی که این موضوع رو میخوایی بنازین گردن من؟ اوها چه شما یه مورد چه بگی منم در جریان باشم؟ نه خیلی نمیشه شما یاد نگرفتی تو مسائل خانوادگی ما دخالت نکنی؟ نه راست میگه مرسی آقا جون لایک داری لایک یه موردش رو بگو ببینم بفرما جایی که بگم شما هر موقع یه پیشنهاد دادین خانواده تا چندین ما رفته تو کما پسرم ولم کن آقا جون ولم کن اصلا حیفه من که دارم با شما بحث میکنم شما خیلی مونده منو بشناسین به لایه های درونی من پی ببرین هم چی دیگه لایه های درونی انگار یه لایه عسل داره یه لایه خامه آقا نخیر خامه ندارم ولی آدم خامه نداشته باشه خیلی بهتر از اینه که خامه خاصیت نداشته باشه دوست خانواده نشسته اینجا آقا جون این کامران که درست حرف نمیزنه امروز رفت این دادگاه چی گفت؟ هیچی دختر بازی گفت چون شما پولو به بهزه ندادیم بهزه پس نمیتونی ازش شکایت کنی شما باز از زهبه شکایت کنین زهبه از بهزه شکایت کنین با ما هر موقع بهزه رو پیدا کردیم پولا رو ازش میگیریم کنیم به زهبه بس شما دید پولا تو نه زهبه میگیریم نه اصلا نفرین هم چی بازم من فهمیدم من فهمیدم آره کم شده نه آجو من آره؟ آره فعلا دستمون هیچ جایی بند نیست و این داستان حالا ادامه داره مادر تو بده 2 آقا کمان کمالی آقا جون امشب چند شنبه هست میدونم اسمه باشن دستان از بیرون صدا میزنم بابا بیا بشه مادر جون کمال جونم آقا جون جوابشو بده تاق نشده بله خانم بله امشب فرمونی واسه کبرا خواستگاری ها؟ واسه کی؟ واسه کبرا کدوم کبرا؟ کبرا خودمون؟ بله اینجا نه بابا شوخی کردم با تو سر کارتون گذاشتن کی میاد اینو بگیر آخه؟ با مگه دخترم چشه؟ چش نیست مادر من فیسانچوسان که هست قرقرو لوس و نچسب و به بخور افاده این مگه طرف دیوونه است بیاد اینو بگیره ما آجی کتی رو با این همه کمالات به زور قالب یارو کردیم والا نیما این گفت دست درد نکنه داداش نه آجی گفتم که با کمالاتی شما ماشالله این همه درس خوندی کبرا تازه رفتی دانشگاه ترم 1 شما ماشالله لیسانس آبیاری گیاهان دریایی داری فرمان آقا جون وایسا ببینم کبرا واسه دختر من داره خواستگار میاد اون وقت الان باید بفهمم نه
والا چند بار تو حالا خواستم بهت. خب بگم نشد، فرصتش پیش نیومد. حالا هم که چیزی نشده، میاد اگه خوشت نیومد بگیم نه، سخت نگیشم. ولی خوشت میاد آقا جون. چطور؟ پسره هم دانشگاهیشه، پدر مادرش هم 20 سال کانادا. آقا شهرام اومد اینجا درسشو بخونه و دست کبرا رو بگیره تو دستش بمونه اون برا. بعد هم میگم سر کارتون گذاشتم میگید نه. اما از اینجا بلند میشم میگم کشور اروپایی تحصیل میکنم، اون وقت از کانادا اومد اینجا درس بخونه؟ آفرین کامران، آفرین. واسه منم دقیقا همین عجیبه. کامران داره راست میگه. چیش عجیبه آقا نیما؟ عجیبه دیگه. نه میخوام بدونم چیش عجیبه. باجو خدمت شما. مرسی. مگه شما تا به حال تجربه زندگی کردن تو اروپا رو داشتی که میگه عجیبه؟ نه. سیسش میکنه اصلا؟ نداشت آقا جون. نمیکنه به سیسش. حتما شهرام جونم دلیلی داشتی کنه تو کشور خودش درس بخونه. برالی و معاملتن میدونی یعنی چی نه؟ خب ارقمندی و معاملتن داره راست میگه دیگه آقا جوی قضیه بومیده. خودت بومیدی آقا جو بریم بکنین آقا نیمار. آقا کمال چند وقت داره به زمین و زمانی رو حسودی میکنه. کسافت آقا کمال. بله خانم. میگم حالا که قراره واسه کبرا خواستگار بیاد زنگ بزنن داداش سیامم با خانوادش بیام، هم دایی بزرگش هم یه مراسم عاشی کنونی بین شما. ای بابا نگوزیا نگوزیا اصلا این آدم بی فکر جلوی من نیره. رستم دایی بزرگه زنگ بزنی کیوون داداش بزرگش. آقا جونم راست میگی. آقا جونم راست میگی. دایی زیار رو نمیخواد بگید بیاد خانوادش هم که اصلا حوصله داستان جدید نداره. بارکلا به حیوون یعنی به کیوون هم نمیخواد زنگ بزنی. چرا؟ اولا این خواستگاری از نظر من مرغاست. کامران جان انوی دور سر بگردم پسر قشنگم، چرا تو کاری که به هم مربوط نیست دخالت میکنی؟ مادر جون آفرین. مادر جون آفرین. اون صدای هستیه بده من. آقا جون جانا پسرم چی شد؟ دفعه آخ بیر بشی بخوایی دوبامن داشت. نه نه تا نمیشتاسی دوبامن رو بس اولا بگیدی دیگه بگی بشی. من خواستم بگم دوبامن تا کیوان بخواد پوشه برسه تهران دو روز طول میکشه، اصلا به مراسم امشب نمیرسه. درست کیوانو راست میگه ماما، واسه جلسه اول نمیخواد بگیم. اصلا شاید نشد، ولی زنگ بزنیم دایزی اینا رو بگیم بیا. شاید این بار دیگه کامران بینا رو ببینه و خوشش بیاد. چی چی این بار بینا رو ببینه و خوشش بیاد؟ کتی مگه تو فوق شانسی که اینا به شانسم خوب باشه؟ آقا من اینو نمیخوامش، دست از سر کتل من برداری. مگه بینا چی از دخترهای دیگه کم داره؟ مادر من چیزی که کم نداره دیگه، که 130 کیلو هم اضافه داره. با اون دماغش هم روزه توپ چرتیکه. دایت میگفت چند تا عمل جراحی کرده به کل عوض شده، مثل پنجه آفتاب میمونه، یه بارچه خانوم شده. اصلا مگه شما تو این 6 ماهی دایی زیا اینا رو دیدی که داره این حرف رو بزنه؟ نه ولی خود دایت که میگفت اینا رو. خب دایی زیا همون موقع هم به اون بوفالوی بالغ میگفت خرگوش کوچولوی من. معلومه الان هم همینه. یه جور حرف میزنه انگار خودش پسر پادشاه. نه خیر پسر پادشاه نیستم، ولی حداقل بچه آدمیزاد. دلم نمیخواد با یه اورانگوتان ازدواج کنم. آفرین. ببین کتی، من به عنوان برادر بزرگترت دارم بهت میگم. اگر یه واسه ببینم واسه واسه اولا که به کتی چی کار داری؟ دوما کتی که اصلا بزرگتره، چرا علکی تو جمع داری دیف میای؟ آدم باشور دارم میگم برادر بزرگتر، نمیگم خواهر بزرگتر. که ببین کتی، من به عنوان برادر بزرگترت دارم بهت میگم. اگر یک بار وایسه خب کیوان هم اصلا بزرگتره، حالا چی میگی؟ حالا میگم یه دقیقه لال شو بزن حرفمو بزن. حالا چه گرفتم آقا دیدی؟ خلاصه از ما گفتم بود آقا، این حرفایی که تو میزنی واسه کسیه که خونه داشته باشه، کار داشته باشه، تحصیلات داشته باشه، نه جایی که هیچ. حالا همین خونه زندگیمون هم که برادر شما نشست زیر پامون دو دستی تقدیم یارو کلا برداری کردیم. کاره هم مگه آقا نیما؟ آقا جون مگه من دو ماه پیش سر کار نمیرفتم؟ مگه نگهبان این کارخونه به اون بزرگی و عظمت نبودم؟ نه خیر، شما دو ماه پیش سر کار نمیرفتی، شما دو ماه پیش کلن دو روز رفتی سر کار.
بعدش هم که دوزه اومدن کارخونه رو خالی کردن، آقا رو با یه اردنگی انداختن بیرون. حالا جالبش اینجاست که رئیس کارخونه میگه آقا رفته بودی تو کانال کولر قایم شده بودی از ترسش. اولا اینکه من اونجا قایم نشده بودم، رفته بودم سکیوریتی محیط رو چک کنم. دوما آها، رفته بودی سکیوریتی محیط رو چک کنی. بعد دوزه اومدن در کارخونه رو شکوندن، همه انبار رو جارو کردن، کلید فریز لامپا رو بردن. خوابم برده بود. آها خوابت برده بود. بیدار نشدی؟ نه چرا بابا، بیدار شدم ولی تو کانال کولر گیر کرده بودم. داشتم تونل میکردم بیام بیرون دوزار رو دستگیر کنم که اکسیژن کانال تموم شد. بعد من بیهوش شدم یه 13-14 ساعت بعد. آدمای پلیس به همراه کادر درمان و نیروی زحمتکش آتش نشانی نجات هم دادن. درست، همه مجاری ادراری هم به زحمت انداختن. آجون ملاکی اداری پشو مادر، پشو بریم به کارامون برسیم. بخوایم پای حرفای اینا بشینیم، به هیچ کدوم از کارامون نمیرسیم. تو هم کدوم مهمون داری؟ پشو کتی میگم حالا عجله نکنیم، بزنیم کلا مردان رو پیدا شیم، علکی فرخرچی نکنیم دیگه. بچه ببخشید، اونم پیدا میشه. ردشو زدن، قرار همین امروز فردا به هویت جعلی از کشور خارج بشه. ایشاره تو فرودگاه میگیرن. ایشاره. آقا نیما، شما هم نیازی نیست نگران ولخرجی‌های ما باشید. آقا کمال، بله. کبرا اومد. بگو اول خونه رو تمیز کنه، بعدش ظرفا رو بشوره، بعد همه این کارا خودش میره حاضر میشه. کبرا رو میگه؟ باشه مادر. بفهم. نیما جان عزیزم جان، کارت تو بده. خودت که میدونی کجاست، جای همیشه این کی پشتیه؟ بله آبجی 4-1 بلدم داداش، ما هم بشه بیشون وقته بیشون همیشه عوض کرده و فکر ما نمیفهمیم. مادر جون میشه لطفا با پول یارانه من 4 موز برام بخریم؟ مرسی آقا نیما، موزم داره میاد. بسرم برمونه شکلت فدای اون خال گوشتید. ارسی آقا جونه هم داریم. راست میده، میتونم یکی از موزاتو داشته باشم. آقا جون میدونی که من اونا رو بعد تقسیم بندی کنم توی یه ماه، اگه بخوام یه دونه‌شو بدم به شما میرم تو فشار. درست، حق داری، جوونی نیاز داری. ببخشید. خواهش میکنم. پس من میرم دستشویی. یه چای واسه من بریز بخورم. این گلوم خوش شده، صدام در نمیاد. چش. الان برگردم. چش. یادت باشه که یادم نمیره. امروز روز سختی رو برای من رقم زدی. کسافت. آقا چون یه گوش دیگه هم بگیر. منو بگیر. سختی رو رقم زدم؟ بله با تو بود دیگه. آقا جون منو گفتی روز سختی رو برای رقم زدن؟ بله با شما بود. آقا جون نذار بگم امروز تو دادگاه چه تری زدی، اون وقت من اگه نبودم چه آبروریزی ازمون میشد. یه دقیقه وایسا ببین نیما. بله من میرم واسه آقا جونم چای بریزم، تو همین خود فکر کن. به چی؟ به شخصیت مزخرفت. شخصیت مزخرفت؟ باشه برید از سر همه تون برید، برید دست از سرم برداری، چی هم چونه من میکنم؟ بذاری دو دقیقه تو خونه خودم باز خودم راحت باشم. این خدا آقای ما خودتو کاتل میکنم، آقای ما خودتو کاتل میکنم، که از راه مشتری چه بوی میده کامل؟ کامل نه نمیخواد شهر چهار نداره. این خوشید خانم نبید. ای دلو گروه خدای
چی کار میکنی اینجا؟ مگه نمیبینی دارم آواز میخونم واسه خودم. آواز میخونی؟ کیو آورده بودی تو خونه؟ داری میگی؟ به کی میگفتی لباسشو بپوشه؟ هیچ کامل چی داری میگی مگه؟ چه در آورده بودی که میخواست بپوشه؟ خودش تو واسه خودم آواز میخوندم چی داری میگی آخو واسه خونه؟ خیانت؟ خیانت؟ آقا جون چوب تو آسین پرورش کرد میگه چی آخه؟ کامل چی داری میگی؟ چیکار کردی؟ کردی؟ بیا ببینی توی خونه چه کسی در کاری هایی که نمی کنه؟ کامران نکن کامران زندگی ما نه از اینی که از مطر نکن کامران کن نیز کامران کامران خیانت هم قیافت هایی میکنه این مسخره بازی ها چیه در میاری نیما؟ تو دیگه بزرگ شدی؟ زن داری؟ اینا اکتای عروسی تو اکتای عروسی من نیستا بعدشم واسه چی سوسه میای میگی بگو دایی زیان امشب بیان اونجا؟ تو نمیدونی نه میخوام بینا این گامبالو رو قالب من کنن؟ اولا که به من چرا کنه؟ مادر تو خانه چرا مالی گفتن داشتی بیاره؟ بعدشم نفهم یعنی چرا نمیفهمی بابا دایی زیان ازش خوب شده پولش از بارو بالا میره آقا من پولو با غول نمیخوام دست از سر کچل من بردار اینا آزارم کرونا بگیرم اینو نگیرم نمیفهمی دیگه نمیفهمی چی کار کنم آقا من نمیفهمم من نمیفهمم شما که میفهمی دهن تو بگو نیما رفتی کجا؟ به یه شهر توریستی چجوری؟ یعنی بدبخت شدی یه بدبخت تر از این؟ مادرجون گوشیه بابا رو برداشته پیام داده به دایزیه واسه امشب دعوتشون کرده اینجا الانم به من اسمس زده گفته هر طور شده اون پیامو پاک کنین آقا جونتون نبینه وگرنه خون به پا میکنه بایسته ببینم بایسته ببینم یه پیام دیگه هم اومد این چیه نوشته؟ نوشته به اون نیمای احمق آقا جون بود نه خب حالا واسه چی پاک کنیم میگه واسه چی پاک کنیم واسه اینکه آقا جون اگه سایه دایی زیارم بگیره چک و لقدی میکنه ما هر طور شده نباید بذاریم آقا جون این پیامو ببینه تو گوشیش خب حل کن شب میان خودش میبیند ایشون اینطوری که بدتره نه بابا شب اینجا شلوغ خواستگارا اومدن جلوی اونا آبروریزی نمیکنن یه فکری باید بکنیم فکری بکنم بذار من برات ببینم میتونم یه فکری بکنم این اسکول میخواد برات بکنم اول روز من یه سر آروم شم باشه خفه شده آها فهمیدم واقعا؟ باری کلو چجوری؟ بشین اینجا بشین باری کلو نیمو ببین نقشه چیه؟ الان بهت بگم آروم باش آروم باش ببین الان آقا جون که اومد آره بهش میگم طبیعیه میاد باری کلو باری کلو آفری آفری بهش میگم گوشتو بده ها؟ گوشتو بده زنگ بزنم این گوشیه؟ آره اینو ولش کن بعد میرم بیرون شب کشی به پیامان دیلت میکنم الان آقا جون میام تو میری جلو میگی گوشی رو بده زنگ بزن بعد شب که شد میری بیرون پیامان دیلت میکنی خیلی فکر خوبیه تو بعد این مدت آقا جون نشناختی؟ آقا جون جون به ازایی با فاکتور میده عرق ازایی رو در میاره وقت گوشی بده تو زنگ بزنی؟ بعدش صفر موبایل آقا جون بسته است مگه میشه همچین چیزی؟ ببین آقا جون کیجی شده؟ تازه اسم گوشی جلوش بیاری اولین کاری که میکنه میره پیاماشو چک میکنه میبینه یارانش رو ریختن یا نریختن پولی از حسابش کم و زیاد نشده باشه یک دو سه بیفهم شر میشه حرفش هم نزن یه فکر دیگه باید بکنیم بایسته ببینم یعنی تو منظورت اینه که گوشی آقا جون رو بدون اجازه برداری؟ دیگه میریم از آقا جون اجازه میگیریم که گوشیشو بدون اجازه بخ خیلی کودنی ما خیلی کودنی ببین من کودن من احمق هرچی که تو میگی ولی این کار کاملا غیر اخلاقیه من این کار نمی کنم بله غیر اخلاقیه بله من الان زنگ میزنم مادر جون غیر اخلاقیه مادر جون نه خواهش میکنم خواهش میکنم مادر جون نه مادر نه 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 خواهش میکنم همکاری میکنم تا آخرش همکاری میکنم مادر جون سلام حل شد نصرت حل شد رو ببینم کامرون بیا یه زن از این فضا بیای بیرون این یه زن جدول حل کنیم ذهنمون باشه ما بگه جدول هم حل کنیم بلدی؟ آره بابا بشین اینجا ببین یه سوال داره خیلی عجیبه کامرون بپرس دیروز هرچی فکر کردم نتونستم حلش کنم میشتم من دیدش کنم
ای بازیگری؟ آره آره اینجا شما ما کرد؟ ای اینجا شما تو دیده نمیشه که یا ببین نوشته گوره خر سرمه ای چهار حرفه حرف اولش هم نمیه یعنی نه یعنی هر چی فکر میکنم نمیتونم جواب بشه گوره خر سرمه ای مگه هل سوالت چیه گوره خر سرمه ای حرف اولش نه سرمه ای چقدر میاد کامو چیکار میکنی؟ نمیدونم ببین حالا بیا ولش کن یکی رو بیا حل کن ببین نوشته که شاعر معروف فرانسوی فقط یه ذره حرفش زیاد داره من چه بدونم نمیدونی؟ چه حرف زیاده؟ حرفش زیاد داره بزن یک دو سه ملش کن یه داره؟ یه نداره نه فه داره؟ فه هم نداره ده داره؟ ببین نه یه داره نه فه داره نه ده داره فقط یه دونه ره داره عباس بو عزا عباس بو عزا جی آره بابا بزنم نه کتی خر گرفت خوش بابا گردی دیگه هر رو مرکام رو بابا آره عباس مگه فرانسویه بابا کجا بهش میگن ابس بو بزا نه این باشم برم های چی در این چهار کتونه یعنی حرف اولش نه، حرف آخرش آه این آن ها، ببین گوره خره سرمه، دو حرفش مونده کام رو گوره خره سرمه، حرف اولش نه، حرف آخرش آه نیما؟ آه نیما؟ اینو بلش کن، یه فکری بالو آبا جون بکنن و میان باز داری مسخره بازی در میاری، نمیخوام اصلا جدول حل کنی اصلا به من ایش ربطی نداره خودت میدونی آقا جا افتابه با سی و بردی جا ایشیدا دست شما آخ برش بیا ما چی کار کرده ای دوباره اینجوری شدی که فکر کنم این سری دیگه دیسکم پاره شد کجا پاره شد؟ دیسکم آقا اینجا؟ نه پایین تره اینجا؟ پایین تره اینجا؟ پایین تره اینجا؟ پایین تره بازم آجا پایین تره یه قالباب دیست من چقدر به تو گفتم یه توالت فرهنگی بخر فرهنگی آقا چون؟ همون بابا من آزادکار نیستم رفتم نشستم و خیلی هم خوب بود چه چطور روز بعد نمیدی؟ اومدم بلنشم از اینی که میبینی بیشتر نتونستم آج بگیرم همینجا گفت شد آقا جون اون به دیوار چرا؟ ببخشید ولی بعد من یه تقه اینطوری بزنم سالا باش باش آده این یه آه این بود آه مگه نگفتم با یک دو سه یه من ببخشید من فکر گفتی سه دو یک آجون خوب شدی؟ آره سه خوب شد آجون خوبت کردم آره کردم خوب تو بکنم بازش هست گوشی من اینجا بود دو ساعت دنبالش میگشتم گفت کامرو کوچی آقا جون نیما کوری؟ اصلا تو خود چرا نهی؟ من کورم تو کوری؟ نه بذار ببین آه بذار ببین من الان حواسشو پرد میکنم تو کشتو برده خب چکار میکنی؟ ای ای چی آقا جیش بیا 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 من حواسش پرد میکنم کامل بیست نمیدونی چه فرصت یا حد هست چی شد؟ ای بابا بچو حالا ما یه روز از پای مرخصی گرفتیم روی روان شماره ببینیم شده ایما چرا با صورت اشکال هندسی در میادی شد یه بار دیگه بگو ببینم آیه پیچه خوشو میگم میگم حالا ما یه روز از پاک مرخصی گرفتیم روی ماهی شما رو ببینیم قربون تو برم دوال عزیز راستی گفتی بانک ما بخواییم از بانک وام بگیریم چقدر پس بهره بدیم؟ بله چی آقا جز بشتده باکیه بعد به مبلغ و مدت زمانی که شما مد نظرتونه بستگی داره ها خوب شد گفتی بار بزن گوشی با چه کنم یارانه رو یارانه این مالدار شما آقا جون بابا یارانه رو که هفته پیش ریختن شما هم سهم یارانه رو دادی به من منم پنج تومن گذاشتم روش واسه یه دبه ماس خریدم
ماز چقدر گیر بود شده راستی گفتی مشکل معدت چیه؟ عصبی پسرم عصبی از بس فکر و خیال کرده ها معدم عصبی شده نگم چقدر برم کرده؟ بازو من فکر کنم که شما شرطی شدی یعنی چی؟ یعنی معدت شرطی شده میری میشه یه توالت نیم ساعت نیم ساعت فکر میکنی بعد که میای بیرون هر کجا که میخوای فکر کنی زندگی ما نگاه آرام آجو فکرش هم نکنی گیر یادودی کلو برداره رو پیدا میکنی به حسابتون ازش پس میگی شما پیدا هم نشد بعد سر شما کوشیدون یعنی پولتون رو دادی به دایزی ها مادرتون هم که میگه وضعش خوب شده از خودش پس میگی بابا زیاد رو داره پول نداره که تو هم نصرت هم یه چیزی گفت وگرنه همین زیاد تا چند سال پیش بقالی 20 متری داشت که کل جنساشون هم خودشون میکن یهو قیمت متر کشید بالا و اونم از اون بعد هر موقع گفتیم زیاد چیکار می‌کنه میگفت سر رویه گذاری بورس کوب سر ما انقدر گفت و منم گرفتار وسوسه های شیطان شدم و کل دارو ندارم و فروختم به دستی تقدیم این آقا کردم آقا جون دایزی ها گفت که بورس کار شما نیست الکی پولتون رو تو بورس نری شما خودتون ارسال کردی که من نصف پولامو خواهم بیارم تو بورس اگه دایی گوش کرده بودم که الان کل سرمایه بر اون کلاه برداره برده بود فرقی نمیکرد بعدش هم من هم زیان نصف پولمون رو بردیم تو بورس چطور سرمایه اون چند برابر شد پول من رفت که رفت آقا جون قربونت برم کاری که دایزی ها میکردی کار علمی بود کاری که شما میکردی کار علمی بود بعدا چند دایزی ها میشه مشاور رفت کارشناس گرفت شما میشستی دویست چل میکردی سهام میخریدی خب معلومه تا شکست میخوری دیگه آقا جون در کار شما این کلا برداره که نمیشه پول شما رو دایزی ها باید بده تو ما و میخیار خدای ما هم بزرگی راستی گفتی پول بذار گوشی ما چه کار نیما لال میشی آقا جون راستی شما این پسر شهرام رو میشناسی که میخواد بیاد کبرا رو بگیره شهرام جون آخه من که پدرشم بزرگ این خانواده و خاندان و قوم و قبیله و حکومت و حکمرانی و سلطنت و پادشاهی و همه رو همه اینا تا امروز نمیدونستم حالا من جلوی شما چیزی به مادرت نگفتم هنوز خیلی مونده که این جذب و مهد تمر قبیله آقا جون که حالا این سریا چشم بشی قبیده بزنید پسر بیاد ببینید چی جور بچه یه شاید تصمیده تو رو عوض شد آره خب اول باز که ببینمش شاید خوب بچه یه باشه خب چون گفتی بچه بذار آقا جمعون من آقا نمیخوام گوشی ما چه خوب شد گفتی بچه شما نمیخوایی دست به کار چیم از اون ترین نوه خوشگل گوگل موگول هم ببینم چه آقا جمعون میخوایی جانی یعنی حالا چشم برم فعلا شرایطشو نداری مشکل چیه مثلا همه چی که خوب و عالیه زکی آقا جون متوجه نمیشی داره به ما تیکه میدازه اه؟ بله شرایطشو نداری یعنی مشکل ما این باش آقا نیما ببین بالاخره یه روز این مشکلات حل میشه اون وقت من میدونم و تو سکه چو ببینم آقا جون داره خودش حرف میزنه منظور من خرج مخار چه خود بچه هست ای بابا خدا بزرگه مگه ما خودمون اول زندگیمون چی داشتیم قربونت برم الان که آخر زندگی تو چی داری سر منظورم اینه که قدیم گفتن از تو حرکت از خدا برکت بله ولی منظور اون حرکت ذهن شمایی نیست بچه داری نیاز به برنامه ریزی داره آقا جون به حرف این گوش نده شما از همین الان شروع کن چرا بابا جون کتیم کجا بیهرمی تر بیهر بذار جمعه من عقب چه؟ مزدورای اون که از همینا شروع کن وسایل بچه رو تهیه کن خوشک، شیر خوش، هر چی که نیازه تو موقعی هم که بچه بیاد دیگه بهتون فشار نمیاد با وقت خرج و خارج آشه چشم آقا جون ولی ما بچه نداریم وضعیتمون اینه وای به حال این که بچه داشته باشیم بعدش هم خریدن و انبار کردن اقوام مورد نیاز جامعه اصلا کار درستی نیست یه جورایی بیشوری و بیفرهنگیه پس خیلی بیشور و بیفرهنگ بیتربیت چرا؟ اگه بیشور و بیفرهنگ نبودی 6 تا کارتون الکل و ماسک نمیخریدی قایم کنی تو انباری منم فکر کنم این الکل آبی ها آب آواکادو برداشتم خوردم از اون گورشم خب اون موقع شرط بحرانی بود ما هم کش کدوم واکسن نزده بودیم وگرنه از اون موقع که ما هم واکسن زدیم من یه تونه ماسک هم خریدم خب بازم بیشوری دیگه چون واکسن زدن نشانه ماسک نزدن که نیست شما باید تا آخر واکسیناسیون بزنی لامصب بس آقا برید بیرون با هم بس کنید برای شو بینم
من یه چورت میزنم مادرتون رو باید بیدارم کنید که تکلیفم رو بذارم کف دستش. من تکلیفش رو بذارم. آقا تو اتاق بخواب بلنش. آقا جون همینجا خوبه برو من. خب تو اتاق راحت‌تره. چی شده؟ ما نمیخوایم گوشیشو برداریم پیامو پاک کنیم. یادم رفت. چلو میگی بره تو اتاق بخوابه. باشه. آقا جون همینجا بخواب خوابت سنگین نشه. قربونت برم. همینجا بخواب. ایما فدات شه. باشه. ما بریم یه کم کم آقا جونم بخوابه. باشه. ما هم یه کم کم بریم. آقا جون بخوابه. خوابی. ایما خوابی. من در دیگه. یه جونه کجا میگی؟ یه اینجا. ببین باید داریم گوشیشو برداریم. خب چی کار کنیم؟ هر کاری شده باید گوشیشو برداریم وگرنه مادر جون پوستمون رو پاره میکنه. نه مادر جون خب باید کار کنیم. من خودم میرم برمیرم. تو فقط از نزدیک هوای من داشته باش. آفرین بایی کنم. برو یه نه اینقدر نزدیک بیشو محض همینجا بایی میسن باشه. برو اینجا من دور هوا تو دارم. از دور چی میگی؟ بله بله بشه آجو آی من تا حالا دست رو جیبت نکردم یعنی غلط کردم کردم و واسه این کار نکرده بودم. گوشیشو کجا گذاشته؟ خدا اون رو اونجا نیما گرفتم نیما گوشی رو گرفتم نیمی سرسرم من رفتم سلام چشم داری چی کار میکنی؟ چیه؟ میگم داری چی کار میکنی؟ ها هیچی آقا جون دیدم شما خوابت برده خواستم بیام رو تو بکشم. آخه آره اون وقت با چی؟ چی با چی؟ با چی میخواستی رو بکشی؟ رو تو بکشم نه؟ چی گفت میخواستم رو تو بکشم؟ من دیدم شما مثل یه بچه پاک و معصوم خوابیدی واسم بیام رو تو ببوسم. الهی من دورت بگردم عزیزم. اون وقت چرا دست تو جیبه منه؟ این دست من نیست. خب همه جا رسمه. همه جا رسمه. اول دست میدن بعد روبوسی میکنن. منم دیدم دستتون رو پیدا نمیکنم. گفتم شاید گذاشته باشی تو جیبتون. داشتم تو این جیبتون رو میگشتم این جیب نه اون بس دیگه انقدر چرت و پرت تحویل من نده. از این بعد هم پول خواستی به خودم بگو. اسم این کار دزدیه. آقا شما فهمیدی؟ آره بچه فکر کردی؟ قربونت برم بذار دستتو ببوشم. نه تو فقط باز دست پدر و مادر تو ببوسی. بابامی دیگه بسرم ببخشید حواسم نه بیا بوسی کن. میگم حالا یه ذره پول داری بهم بدی؟ نه آجی من رو گنج نشستم کی بود در زد؟ نمیدونم نیما فرار یعنی نیما رفت در رو باید ببینه کی بود اومد نکبت بابا ببینید کی اومده؟ عروس خانم تشک ببردم نیما کوبیه کبرم فیوره ای تو من اومد سلام بابا جان خوبی دخترم؟ نه بابا چه خوبی؟ خسته و کوفته از دانشگاه اومدم. خسته نباشی بابا الان بشین تحریف کنم ببینم چه خبر شده. نمیتونم بیام میخوام برم بخوابم. بخوابی؟ مثل اینکه امشب خواستگاری شماستا. آره میدونم قراره همشون دونه دونه بیان. آره نه بابا کلن یه نفر میخواد بیاد اونم آیا بیاد آیا نیاد. میشه دخالت نکنی توی این موضوع؟ ما تو کامرانا حالا به من ارتباطی نداره ولی درستی زدم پشتشو بکنه به پدرشو صحبت کنه. بهش بگو تو خفه شو. خفه شو بی فرهنگ بی سواد با اون قیافه مسخرش. همون میخواستی دیدی که جوری شخصیت تو لکه دار کرد حتما خواهرم گوش نمیشه تو چشمای ما نگاه کنه که اینجوری وایستاده. بهش بگو تو لازم نیست از من دفاع کنی. مفخوری که چیز بدی نیست که تو هم مفخوری هم پر ادعا. نمیدونم چرا انقدر استرس دارم. گردی آقا کامران سکوت کن بذار خودم حالش. استرس چرا دخترم؟ یه نگران نباش خودم همه چیو درست میکنم. تو درست کنی؟ بله. تو تا الان جز خرابکاری و گند زدن کار دیگه هم کردی مگه؟ خیر. آقا چونم تو اینجا؟ درست این دیگه داره شورشو در میاد. باشه باشه من رسیدم خونه بعدا حرف میزنیم. سلام آقا جون. سلام داداشی. سلام آقا نیما. بسه بینم تو
مزخرفاتو داشتی باشه تلفن میگفتی؟ داشتم با این گوشی جدیدا حرف میزدم، متوجه نشدم شما اینجایی. آه از این جدیدا. کامرو بیا کامرو. ولی ببینید همه حرفاش مرموز بود، انگار دقیقا با خود تو بود. حالا خب مخاطب خاصش فقط تو بودی؟ آره. برو چایی بریز تو. باشه باشه. چرا؟ باشه. بله با تو بود برا! چشت چشت برا! چشت برا! چشت برا! چشت برا! خوبی دخترم! مرسی آقا جون، شما خوبین؟ بقا دادگاه رفتین این کله برداره پیدا شد؟ اونم بالاخره پیدا میشه با ابا! بزرگ شدی که میخوایی به حالا تنها به سری بینی ببو گلابی دیگه مشکل از ما تو رو برای یه ذره به فکر ما بگی نظاری در به دهنه این تماشا کرمش خود کوبه دیدتش یکه پسر خوبیه پسر خوبیه پسر خوبیه ولی این دوستش نداره این یه نفر دیگه رو دوست داره یه بالا توی تو خیابون دیدمش اون پسر زد تو گوشم باشا بینم تو داری منو مسخره بکنی ای سوخته تموم شد خیلی تاثیرگذار بود. من میرم بخوابم. منو بیدار نکنی. برو خلاص. آقا جون عشق کردی؟ چیو پسرم؟ بازی زیر گوشتی رو عشق کردی؟ همیشه درخشان بود. این چرت و پرت چی داری میگی بچه؟ چه میخوای دست از این مسخره بازی رو برداری ها؟ وایسا دیگه. آقا جون میزنی بابا من به خاطر شما دو ساعت دارم خودم رو جر میدم. تو این اوضاع احوال خرج و مخارج جهیزیه چطور میخوای بگیری؟ چطور میخوای جشن بگیری؟ پول کجا میخوای بیاری ها؟ غلط میکنی به خاطر من خواهی تجیه بدی شدن؟ برن؟ آقای شو من اصلا خودم زامنتو میشم شما فقط برید از اینجا چیه؟ اگه من نارنجکم که دو زامنم بشه برم شما بریدم برم برم اصافت ها آی خدا آخرین آنه سکته میدن آی قلبم آی جو خوبه من کیم؟ اینجا کجاست؟ کی من آورده اینجا؟ آقا جون من نیما تاوارتون هستم اینجا خونه منه شما به زور اومدید اینجا آه نیما توی؟ آره باشم چیکار میگردم؟ هیچ آقا چه حال خوب نیست بیا بگی بخواب آفر بگی بخواب همینجا آره کمک کن بله بخواب سر صدا نکنی باشه چشم باشه بخواب خوابی دیدی؟ بیا باشه کامرو بیا آقا چی بخواب بودم بیما اسب رو بردیم تو خونه؟ آقا چون بود ببین اصلا یه کارایی میکنم ازش ترسیده بودم خیلی کارایی نه انسان باش توی اینجا آدم زندگی میکنه چی خونه زندگی برای نگاه به چه میزنه چیه برداشتی رو بردی اینجا من میرم دیگه ها من بخوا میری بینجا بینم برسی رو بینم بگی نمیگه خوابیده کوششو برداریم دیگه ببین فقط این دفعه تو برداری کوششو برداری چون منو بگیره
کامرا من میترسم آقا تو میفهمه. ببین آقا جون بفهمه خیلی بهتر از اینکه مادر جون نفهمه. نه نصرت نه نصرت نه نصرت باشه باشه بس تو میری آقا من بگیره اذیتم میکنم مطمئن من ببین باشه بچه شجاع باشه شجاع شجاع شجاعت بخرد مثل این فیلم خارجی ها دیدی؟ من شجاع هم من شجاع ببین مأموریت غیر ممکن تام کروز من تام کروز من تام کروز گوشی ما برداره پیامای منو پاک کنه با مشت بیام تو دهنتا با من اصلا خواب بودم آقا من اصلا خواب بودم اتفاقا داشتم خوابتونم میدیدم خواب دیدم پسر نیما نیما کیه؟ نیما دامادمون اومده سر جیب پول برداره گرفتی مثل سگ کتا گرفته من اصلا خواب بودم بشه میخوای بریزی گردن من میخوای یارانه منو بدوزی میخوای حق خواهر و برادرتو بدزدی صد دفعه بهت نگفتم پول خواستی به خودم هم بگو آجون چقدرم که پول میدی بدزدی چیه داری برای خودت میگی ما فقط میخواستیم گوشی شما رو برداریم اون پیامی که مادر جون از گوشی شما داده بود به دایزی ها واسه شب دعوتشون کرده بود اینجا رو پاک کنیم نبینی قاطی کنی همین همین بله نواز چی قاطی کنم واقعا آره بابا اتفاقا بذار این زیاه نامرد بیا تکلیفمو کف دستمونم بذارم بله کی بود دستت نمیدونم ایما رفت در رو باکنید آقا جون جونم آقا یه چیزی با ما انقدر پفک و آب خوردیم معدم و باطلاق شد شام چی داریم؟ شام والا اونجوری که نصرت میگفت فکر کنم سبزی پلو داریم با علی دایی شکمپور کی بود؟ کامویزه داره میاد خیلی هم عصبانی هستی شد از من عصبانی تر آره آقا جو فهمده؟ آقا جب داری دو چلو چشم مثل هم نم مثل خیار فروختی آقا جو با همش نخشایی این نم برا اونه بازو تو بخو سلام آقا جون علیکی سلام آقا کامیز بسا بینم آقا جون اگه 20 سال یه بوز میبست اینجا بعد این همه مدت سلام کردن به دوتا بزرگتر یا نه اینجوری فکر نکن خوبه یارانه شو بگیریم برم تو کامران اصلا حوصله ندارم
کامران هستم اون میه. این به من گفت کامران؟ داره دیگه با توه دیگه. کامران چیه بی تربیت؟ من برادر بزرگتر تو هم. تو باید منو خانداداش صدا کنی. خانداداش چیه؟ اگه زمان باشانه که من داداش صدا کنم. آفرین. خودت خوش نیستا. داداش اعصاب نمیذاره اینا بسردم که حالا حالا تو چرا؟ تو چرا اینقدر وحشی شدی؟ قربونه روی این لطیفه بشن. نسازم به من. چشم. ببخشید داداش سرت داد زدم. خیلی اعصابم به هم ریخته است. نداره حالا من بعدا درتو سرویس میکنم. چی شده پسر گلم؟ چرا اعصابت خیلی به هم ریخته است؟ آقا جون هیچی نگو الان هاره هاره. هیچی آقا جون. گوشیمو تو مترو دوستیدم. گوشی تو کدوم گوشی؟ مگه چند تا گوشی دارم آقا نیما؟ همون ساره دیگه. اب نداره داداش، اب نداره فضایی سره. ببین پخمگی و پپگی تو خانواده ما ژنتیکیه. آقا جونو نگاه، کل زندگیشو بردن به تهارش هم نیست. میدونم گوشیم قیمتی نداشت، ولی همه شما رو توش بود. بابا شماره خانم بچه ها رو میگی ها کامیز؟ نه خیر، داداش من شعور داره، مثل تو بیشور نیست که زن بگیره. ببخشید ها، مثل که من با خواهر کرامانی ازدواج کردم. منم دقیقا به همین علت میگم بیشوری، وگرنه ازدواج کلن چیز خوبیه. تو بحث زندگی تو نگاه کن. عیب نداره پسرم، اصلا خودت اصلا خوب نکن. بعد برو سیم کارت تو بگیر، هر کی هم که باهات کار داشته باشه خودی زنگ میزنه. تو اصلا لازم نکرده زنگ بزنی. زنگ میزنه 100% تصمیمی. آره ولی زنگ میزنه. ببین مثل خانداداشت هم دوم به تله هیچ دختری نده. آره دوم به تله هیچ دختری نده. من یه چند تا سوال از تو دارم. بفرمایید. شغل داری تو ها؟ چی؟ شغل داری؟ در حال حاضر خیر. آها خونه و ماشین داری؟ بالقوه است بالفعل نشده یا بالفعل بالقوه نشده؟ دوره رو سر بزن ببینم یعنی چی؟ یعنی چی نداری؟ تحصیلات عالیه داری؟ عالیه کیه؟ بذار سرش کنم ببینم. بابا درس خوندی؟ آره بابا دیپلم دارم. بابا جون تو خودت تله ای، چرا به این جمعون که میگرد میگی دوم به تله نده و نمیدونم؟ آقا من به چه زبونی بگم شما تو مسائل خانوادگی ما دخالت نه؟ خودش ماما این آمدن نمو کنم. من اصاب ندارم. باش ترا کن را خریده ها چندوک باییم آبایی نزاشته برم تو من را ای آبایی نکو برو آزره را اه 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 ماما جون حالا خوبه؟ تا حدودی اصلا خوبی نیستی؟ تا حدودی میخوام جدول هر کنیم با هم. چرا من؟ نمیدونم یه حسی بهم میده شما جدول خوب نمیده. باریم کلم نمیدونم. بیا حل کنیم که من مدرک بین المللی شو دارم. آره البته رنگ آمیزی جدول رو به یه شب که سوال سخت بپرسی من کانلی بی خودی نسوزونم. باشه آقا جی بیا این سوال سر سخت باشه میپرسم از شما. خب ببین آقا جی من سوال رو خوبید بخون میگه این چی میشه؟ نمیدونم. این چی میشه؟ نمیدونم. این چی؟ نمیدونم. این چی؟ اینقدر آقا جونم سوال نپرس خستش کردی؟ عیب نداره بذار بپرس اطلاعات عمومی زیاد شد. اطلاعات عمومی من زیاد شد؟ نه پس اطلاعات عمومی من زیاد شد. نمیخوام اصلا نمیخوام اطلاعات عمومی. بیا غر نکن بیا سوال ریاضی داشتی از من بپرس چون من شدیدم سریع عمل میکنم. جدی میگه؟ خب من عاشق ریاضی هم بذار یه سوال ریاضی ازم بپرسم. چطی؟ نه 250 از هفتر دو سال و سفت. بابا جون خوب میش کن 250 از هفتر دو سال و سهشت. یه دونه سوخ دادم سریا ببخشت. 250 از هفتر یک سال و سی دو از هفتر دو پنج. آقا جون نه اصلا دقیق نی ولی سریه. من گفتم سریع عمل میکنم، من گفتم دقیق عمل میکنم که اونم کردی شما. چرا دست خالی اومدی؟ خریدارو میوردی تو؟ آخه آقا جون مامانه نبودن که
از کی بود؟ نمیدونم، گو شهرام هم باز کنید، منم باز کردم. شهرام؟ آه، شهرام جون بود. شهرام جون بازم پرسنگ بیا، هیپو نگاه کنه تو لباس ها نبس کنید، چه نه برو من برم شب بیم که تو بیورو درم بکن. برو 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 من آخه همه شما جمع کنید، جمع کنید، یه خود معطلش کن، یه خود معطلش کن، بس هدو رفت کامیت پاشو، کامیت پاشو، آزو نه پایی تو برداشتی. آره من دستشویی دارم. خب اینجا که نمیشه گم شو بیرون. یه خور معطلش کن. باشی باشی بچه. برو برو. گم خودشون. سلام، خوش وقتم. سلام، خیلی خوش آمدید. من نیما هستم. من شهرام شب. اره؟ خیلی شب دوست هستم. بقیه تشریف ندارن؟ میرسم خدمتتون. ما انتظار نداشتیم شما الان تشریف بیارید. معمولا مراسم خواستگاری شب برگزار میشه. شما گفته بودی شب میاد. عذر میخوام، یه سفر کاملا ضروری برام پیش اومده. امشب پرواز دارم به سمت کانادا. گفتم قبل رفتنم جهت عرض ادب با آشنایی با خانواده همسر آینده‌ام برسم خدمتتون. بله، البته که همشون نیستن، پدر و برادرشون هستن، بقیه برای مراسم امشب رفتن خلیل. برادرشون؟ بله. ولی نیوشا خانوم به من گفتن که تک فرزند هستن. نیوشا؟ بله دیگه، من اینجا منزل آقا کمال نیست. خونه آقا کمال که بالا چرس کنم. بله بله هست. ایما جان، مگه نیوشا خانوم دختر آقا کمال نیستن؟ دیگه اگه شما میگید حتما هست دیگه. چی گفت؟ چی گفت؟ یکی ایما جان با منه میگه ایما جان. بله بله جانم. یه لحظه تشریف میاری عزیزم؟ چشم میام، چشم. ببین تو اینو بخور، بله تشریف میارم. کمال هستم، پدر نیوشا. خیلی خوشبختم از باشید. آقا نیما، شما گفتید پدر نیوشا خانم و برادرشون منزل هستن، منظورتون چی بود؟ من متوجه هستم. بله الان توضیح میدم خدمتون. آقا کمال که معرف حضورتون هستن، پدر نیوشا خانم هستن و آقا کامران و آقا کامبیز که الان تشبیشونو میارن عموهای نیوشا خانم هستن، در از برادره آقا کمال میشن. اگه بخوام ساده تر برات بگم، کمال داشمه. بله خیلی هم صمیمی هست. کامبیز جان، عمو کوچیکه کپ یعنی نیوشا جان هستن. مبالا تشریف آوردم. این دستشویی بوده، هیچی نمیدونی با شماهی نه. برو خودت رو توجیهش کن. ای کامیز، کامیز بیا، کامیز. کامیز جان، ایشون آقا شهرام هستن، خواستگار نیوشا جان. دستشویی بودن؟ نیوشا کیه؟ عزیزم، عزیزم دختر منه دیگه. ما کوبلا رو میگه، الکی گفته اسمم نیوشا هست. منم کامیزم، برادرشون. نه بابا، گفته تک فرزنده. یعنی برادر شوهرش بودم. اینو بیشون رو بخواستم. آقای شهرام جون، عرض کردم که آقا کامران و آقا کامران
کاویز عموی نیوشا خانم هست. بله من عموشم این مموشه. بله حالا بگذاریم اینکه واسه خودت تعریف کن شهرام جان. سلامتی شما ولی خواستگاری. خب عرضم به خدمتتون جناب شهرام شفیست هستم. 27 سالمه. تو دانشگاهی که نیوشا خانم تحصیل میکنن من دانشجو لیسانسم. البته رشته تحصیلی با هم فرق میکنه ولی خب ما همون جا هم آشنا شدیم. خانواده چی؟ مامان و بابا ساکن کانادا هستن. ونکوور. ها؟ چی؟ ونکوور؟ چرا باب باب تو کنه؟ ونکوور چون ونکوور مثل اینکه کشور آسیایی هیچی نگه. خودم هم برای تحصیل ایرانم. بعد اتمام درسم برمیگردم. دیگه وفاداری به وطن اینجور حرفا دیگه. البته ببخشیدا. وفاداری به وطن یعنی که شما بری کشور پیشرفته تحصیل کنی بعد برگردی به کشور خودت خدمت کنی نه که اینکه درس بخونی بعد بری کشور دیگه. آتیش چوبلا چوبلا اما ابوکامیزه در از این کار نستاق بارز جاسوسی هستش آقا. بگذاریم از این حرفا. شما شغل چیه؟ بیزنس. بیزنس بیزنس شغل اصلی من سرمایه گذاریه. من جای شما بودم کارخونه گاودالی رو میفروختم یه دقیقه صبر میکردم میزدم تو کار بیزنس. آکه کارخونه گاودالی نداری؟ میدونم هر دارید بترسید اما من حاضرم این کار براتون انجام بدم. خود من همه این دارو ندارم و سرمایه گذاری کردم. این کار ریسکش بالاست ولی نگران نباشید من وصلم. من بستم به کجا؟ به دستای پشت پرده. خیلی ساده بخوام بهتون توضیح بدم هر اتفاقی که قراره بیفته ما از چند وقت قبلش مو به مو میدونیم چی میشه. همین گرونی دلار میدونید سرش به کجا میخوره؟ به سنگ. سنگ؟ آره بابا دلار آخر سرش میخوره به سنگ برمیگره قیمت قبل. شما میدونید تورم چیه؟ بابا ورم دست و پا رو میگن دیگه. آقا جونم داره کابرا یه استعداد اقتصادیه. دقیقاً و اینکه این تورم کی و چقدر چک میگیره اونم ما میدونیم. همین کووید 19 میدونید کار کی بود؟ من میدونم کار چی؟ ما ها؟ ما؟ 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 آقا جون یه دقیقه تشکیه آیا شور کاری؟ چی میگه کابرایی؟ آقا جون تبریک میگم. خود بن لادن اومده خواستگاری دخترت. آره آقا جون تازه کووید 19 هم اینا آوردن. کووید 19 کامران ببین من دیگه کم کم دارم ازش میترسم. این کبرایی از کجا پیدا کرده؟ چقدر هم دروغ بهش گفته. آره بچه‌ها بس چیکار کنم؟ الان من یه سوال منحرف یعنی یه سوال انحرافی ازش بپرسم بس عوض میشه. بپرسم پسرم، وقت واسه این صحبت‌ها زیاده. شما بگو برنامه‌ات برای زندگی آینده چیه؟ خب من و نیوشا خانم اینجا ازدواج می‌کنیم و به اتفاق می‌ریم کانادا. اوکی؟ اوکی. آقای شهرام تو باید به اتفاق خانواده تشریف بیاری اینجا ما بیشتر با هم آشنا بشیم. به هر حال تک فرزند دیگه خانواده رو می‌خوای ببری کنی سیب زمینی که نمی‌خوای ببری. اوکی. دایی جان اینه که شما باز ایران زندگی کنید. خب من مشکلی ندارم. فقط همونطور که گفتم همه دارو ندارم و سرمایه گذاری کردم. فعلا نمیتونم بهش دست بزنم. پس کی میتونید بهش دست بزنید؟ در حال حاضر مشخص نیست. اما اگه شما مبلغی رو به ما بدید که بتونیم زندگیمون رو شروع کنیم این عالی میشه. من بعدن این پولو بهتون برمیگردم. آقا جون کامران یه شور دیگه کامران. آره میگه من پول بدیم. آره آقا جون خیلی هم برو میشم از اولی که اومده میگه کارخونه و گاوداری و پول و مشغولیه. آره یه جوریه ولی متاسفانه من دیگه مغزم قد نمیره. من خود الان رقیبش بکنم. شما فقط صفر وایسی. صفر؟ ما صفر. ببخشید شهرام جان من میتونم با شما راحت باشم؟ حتما عمو جان بفرمایید. عذرخواهی میکنم ولی ما چطوری میتونیم به شما اطمینان کنیم اینکه توی کانادا ونکوور سرمایه گذاری کردین اونجا پول دارین خانوادهتون اونجا هستن؟ کامیز جان نکن کامیز جان نکن دیما کامیز مدیریت کامیز بیا کامیز جان بیا کامیز نه شما نامه‌مون رو بردی بیا. آره میگفتی ما چطوری میتونیم به شما اطمینان کنیم؟ بالاخره شما داری میگی ما بیایم به شما پول بدیم خونه بدیم جشن بگیریم دخترمونم بدیم یه دورم
سواری به شما بدیم بعد نه چقدر بی‌اعتمادی اینجا زیاده باورم نمیشه چون کسی اینطوری با من صحبت نکرده بود ای حالا شما خودتو ناراحت نکنم کاملا منظور خاصی نداره فقط میخواد خیالش راحت بشه آخه دایی جان من اعتبار دارم همه جای دنیا تجارت کردم این طرز صحبت توهینه من یه بیزینسمن هستم تو لیونل مسی هم باشی من اینجوری به دختر نمیدم آقا جان مثلا مؤدب باش عزیزم یه دقیقه خفه شدیم ایرادی نداره حالا که اعتماد ندارید من بهتون چک میدم چی؟ بهتون چک میزنم بلن باید نه آقا جون میگه بهتون چک میدم چک آقا جون ایمان خاک تو سرت ایمان خاک تو سرت آقا جون دیدی آخرش هم این حیوان سوکی بود یعنی کتی اگه با یه پنگوان ازدواج میکرد بهتر از این کلم خجالت بکش کامران آخه آدم با شوهر خواهرش اینطوری حرف میزنه آرام باشو خیلی پر شده و جیدن هم هی مثل توتی به من میگه لام شو خفه شو لام شو خفه شو شوهر خواهر چه خبر اینجا آقای داری خفه شو بدیم چیکار داره میکنی کامی کامی باش برو خواهر تو صدا کنیم اندازه بیرون بابا دایی جان عزیزم شما بگو چی شده مشکل چیه دایی کیه تو هم بابا آشی آقا کمال پدر کبرا صدش هم نیوشا نیستش که اینا هم داداشای کبرا منم داماد بدبختشونم دارید با من شوخی میکنید اخیرم اگه راستش رو بخواد بله راست اگه فرزندم نیست ما چهار تا خواهر برادر آره پسرم خبری از کارخونه و گامداری هم نیست ما ورشکسته شدیم در واقع بهتر بگم که از اون کلاهبرداری شده و تقریبا تا چیز ما رفته تو گل کمر تا کمر تو گلیم بله اینجا خونه من بدبخته جمع کنید بابا دو ساعت صرف از بی‌اعتمادی می‌ذارید داره میگه تمام بهت دروغ گفتیم شما خودتون کلا بردارید ببین چه کارتوشته بوده اون که سر همچین کسایی کلا گذاشته من یه دقیقه همین خراب شده نمیمونم قفلت کرده بودم چی به منم زده بودید با اون دختر لوس و نونورتون چی می‌بینیم بابا قفلت و پدر مادر کردن که توی بی‌تربیت اینجایی لوس و نونور هم پدر و مادرت خراب شده خونه پدر و مادرت نه اینجا این پدر و مادر این پدر و مادر دهنتو ببند دهنتو ببند اینو ولی نخواست بالا شاید واسه هم بود زمونت یه حالش بود نیست یه حالش بچه ناب بیار اون ناب بیار یارو باشه داره میبیره یه خورده به پاش تو صورتش یه خورده به پاش تو صورتش آقا هیچ کسی حرفی نزنید نه به کبرا نه به مادرتون رو خواهد اصلا میگیم نیومد این چه حرفیه میزنی خب فردا کبرا میره دانشگاه خودش میفهمه دیگه با این وضعیت دیگه پسر سمت کبرا نمیره که بخواد چیزی دیگه رو بفهمه البته مقصد خود کبرا نه من نمیدونم دروغ میگفت یارو چه آدم بی شخصیتی هم بود دیگه اگه هم فهمید فهمید دیگه شما فقط شغل وایسین گردن نگیرید کافی زاده کن تو دایی زیاد؟ دایی؟ الهی قربونت برم تو چه لنگه خوشتی با خفن شدی؟ این که اینجا چی کار میکنه؟ شهرام! شهرام! هر! این مردی که اینجا چی کار میکنه؟ این مردی که اومدون خواستگاری دختر من تو اینجا چی کار میکنی؟ تو میدونی این مردی که کیه؟ این مردی که هرکی که هست و اونو خونه من بوده هر بوده رو بریمش برخورد کنی آه این مردی که همونیه که کالی پول از من خواهده با کارده زندگی تا رو برده برو بیرون بیرون بابا بابا آره کما چون باقر این آمده زیاده خواه اتفاقی چون این دردی نمیست زنگ زدم پلیس الان هست که برسه همین که منو به این روز انداخته میخوام بزنم با این کمر من سیاه کبودش کنم حکمتو لازم نکرده زنگ زده صدام رو تحویلش بدید کسافت کسافت این موضوع بیا بردارم بکنم تو برشو کامرو بایسه منم بیا کامرو به موقع رسیدی زیا من همیشه به موقع میرسم کمال رفیق قدیمی برخلاف همیشه ایستری خوش شوالی بچه ها کشن بچه ها که قرار برن خودشون بیان خونه از اون تر و حتی چهار کلمه حرف محمونه باید بزنه چهار کلمه ولی همون کن بی 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 بی
آخرین باری که با تو مردونه حرف زدم کل زندگی رفت راوا. چت جونم میخوای؟ آخه تو مردی. چه جوری ناخواد مردونگی واسه من رو کرد که معنا واسش کرد؟ احترام تو چه میخوان داری؟ ولی حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. چی؟ میگم احترامت واجبه خانده ای، ولی حرف از مردونگی نزن که خوشم نمیاد. تو تلاششو کن. چی؟ میگم احترامتون واجبه خانده، ولی حرف از مردونگی نزنی چه خوشمون نمیاد. بلنگ شو برو دو تا چایی بریز بریم بابا. وای کمال، من نگرانه. چرا؟ این هیچ چیش به من نرفته. آها این حلال زاده است دیگه. نه نگو اندن، نه افشا آمده. صافه. من شما برای منم باید بگم که این مرتیکر قراره توی فرودگاه دستگیر کنن و من و تو هم به پولمون میرسیم. وقتی جلوی در خونت دیدمش حسابی فکرهایی بد کردم. گفتم نکنم اتون دست به یکی کردیم که منو بپیچونی. من زیابی تدید تو که میدونی گردن زیاد رو تبر نمیزن. آه سانو درست شد. چی شد؟ من شو بلند شده چی میگفتی؟ گردن تو تبر نمیزد مثل اینکه. ولی بعدش دیدم نه، تو آدم درستی هستی. این نامرد خواستگاری دختر من بینام اومده بود. اصلا همون شب بود که رأی من رو زد که باش سرمایه گذاری کنم. من هم اومدم به تو گفتم. خب که چی؟ شما چون میگم مال الان به صاحبش برمیگرده همینه دیگه. زیا تفره نرو. باز چه خواهی واسه دیدی؟ باز چی آمده اینجا؟ نرو باش. همه چی اومد بگم. من واسه دو تا موضوع امشا آمده اینجا. اول اینکه من میخوام یه مدرسه بسازم. بابت ضررهایی که به خاطر من متحمل شدی میخوام تو هم تو این کار با خودم شریک کنم. بدون اینکه یه قرار پول بدی یا تو این کار خیلی با من شریک شد کمان. تو مدرسه بسازی؟ کجا؟ یه مدرسه غیر انتفاعی اساس مناطق محروم و مستظرف تشریش. گرفتی منو؟ گوام شما رو تو آدم به شو نیستی؟ بچا شوخی کردم. بابا شوخی کردم باته. بعد میخوره بهش یه مدرسه خوب واسه بچه های کار. آها این شد یه چیز. دوباره موضوع چیه؟ نمیزنی که دوباره موضوع هم اینه که خوش اومدی. سلام آبجی، چطوری؟ خوبی؟ الهی قربونه دارم، چقدر دلم خواست. سلام دایی، چطوری؟ چطوری؟ بیا بقید آقا جون، آقا جون. آره آره بابا نیما با کامران و یکی داشته دو در کتک بزنه. نیما و کامران رو داشتن کتک بزنه؟ بکن مخترم، اون داستانش حالا داستانش درازه، داره جو قاطی کردی. حالا میشه بعدا مفصلا واسه توضیح میدی. خب شد نصرت هم اومد. نفرمید آبچی امشب اومدم راجب بچه ها با تو نفت بزنم. والا داداش امشب قراره واسه کبرا خواستگار بیاد. بذار اون بیاد تکلیفش روشن بشه. من کامران و بینا هم اینگاه قسمت هم نیستن. من نگاه سایزده همه نمیستم. کامران هم هیچ جور زیر بار نیست. به خدا استان ما بیفایده است. کامران و بینا به قول تو خودشون حق دارن. من هم نیفهمم این دختر من از چیه این پسر علنگ تو خوشش اومده. بعد من واسه کامران نیمدم حد بزنم که بابا زکی. پس واسه کامبیز اومدی؟ نه کمان جون بایی سهت اومدی کبرا رو واسه پسرم موسا خواستگاری کنی. با دایی جون امشب داره واسه کبرا خواستگار میاد. اصلا ما به خاطر همین گفتیم شما هم امشب تشریف بیارید تو مراسم خواستگاری باشیم. در جریان نیستی یه دختر گلم. دختر گلم اونی که جلوی در داشت کتک کاری میکرد با کامران و نیما خواستگار کبرا بود دیگه. چی؟ شهرام جون؟ جزء پولمون. بله آره دیگه. دو ساعت چی دارم بهتون میگم؟
اینجوری نمیشه. الان هست که بچه های ما برسن میشینیم مفصلن و کامل واسه تون همه چی رو توضیح میدن. حالا بگو دیگه آقاشو آقاشو خانواده دایزی های نام اومدن آقا کامران مفتد تو حیات از حال رفت. چی؟ واسه چی؟ نگران نباشی نگران نباشی چی دیگه آقا جو اول بزنی کتی بیا بزنی بگو بگو باشه باشه شش بیا هیچ چی دیگه بینا خانم رو دید زفنش باید اومد جاداش کتی پیدا شد کتی پیدا شد کمال یه کامرا موقعیت بهتر شد مادر خوبم جدای در این بینا موسا رو دیدم چی؟ یعنی بینا و موسا رو دیدم اصلا چشم سیاهی رفت ماشالله هزار پا چقدر تغییر کردن بینا خانم. آره ماشالله نیقه جان چی کار کردی با خوده؟ ورزش عزیزم ورزش معجزه میکنه. آره زنده ای جون ورزش معجزه میکنه ولی جراحی هم بی تاثیر نبوده ها. بهتره بریم سر اصل مطلب. آره لیلا راست میگه بریم سر اصل مطلب. کما جون خدا شو یه مرتیکه رو دستگیر کردن و من و تو هم به پولمون میرسیم ایشالله. آقا طبق صحبت هایی که انجام شد ما قرار شد یه دختر بگیریم یه دخترم بندازیم یعنی بریم بهشون چی کنم شاید هم برعکس کردیم یعنی یه پسر هم گرفتیم یه پسر انداختیم بریم شنگی شلوغش نکنه موزیکال افسخ چی هم نگیم ایوه ایوه آره به نظر منم بهتره که زودتر بار قضیه رو بکنیم. حرفا میزنید و همینجوری که نمیشه بالاخره هر چیز یه رسم و رسوماتی داره. آره خان داداش منم با لیلا جون موافقم من بچه هاما از تو جوب نیاوردم که مادام چی جا ناراحت نشی ها ولی این تربیت پسر تو به درد همون جوب آب میخوره. یعنی چی؟ بابا من چیکار می‌کنم؟ من گوشه نشستم خیارم می‌خورم. خیارم می‌خورم. یه دو بچه گیر کمره افتادیم داداش. ای بنده، ای بنده. بچه گیر بود دیزی هم گفت خیار. ولی خیار جون نه، زیار جون. ناراحت نشو، الان ماشاءالله واسه خودت گوجه شدی. بارش دو تا بزنم زیرت ببینم رسیدی یا نه. نه بابا. هنوزم مثل قدیما لوس و نچسب و مزخرفی تو کمال. ما 100 میلیون شیر بها میخوریم هر چی باشه بیناجی شیر منو خورد. عزیزم یه جوری میگی شیر منو خورده انگار شیر گاف هلندی خورده. خب گفره هم شیر منو خورده. بناستا جون تو خود در توت دراز و کتای پشت هم زایدی تو شیر داشتی به کبرا بدی؟ چرا نداشتم عزیزم؟ من به کیوان و کتی شیر دادم باشو. به کامران ندادم قشنگ ذخیره کردم دادم کبرا و کامبیز خوردم. زیو جون داداش این آیدی اینستاگرام تو فینامین. آره یاداش کن بگو زیو می تدبیر زیو می تدبیر 985 985 آفیشیال آفیشیال دات اورگ دات اورگ چه خبر آندرلاین آندرلاین اصل اصل دنبالت هم مگه بسه بینم من شیر کیو خوردم زیا افتادم دنبالت هم میافتم بالا اما جون مسترا کدوم بر بود؟ انتهای راه رو دست چم مسترا چیه دایی دارم میگم من شیر کیو خوردم خدا را ازش کنه خدا کیو رحمت کنه مادر من کجاست؟ من نکنه بچه پدر بچه باقی این پدر مادر نیستم آقا شون من شیر کیو خوردم تو شیر منو خوردی این تو شیر دهی کمان آه نه بابا از اون اینه که شیر مادر منو خورده بارم جون خدا بیامرز تو به رفتگار شما هم بیامرز رفتگار رو یکیه دوستان حالا در کل خانم جون خدا بیامرز وقتی که کامران به دنیا اومد یه ما قبل زایده بود کامران بچه به دنیا نبود ما گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم شیرش بدیم کامران بخوری که حیف نشه نصرت جان این وسط یه استراحتی بکنیم شیر ننه فاسد بوده که این بچه اینجای عقب مونده.
چه کاری با این بچه تفت مزمون کردیم آخه؟ زیو تای تو انداخت بیرون. کسی میدونه شیردون آدمیزاد کجا؟ آره پسرم، انتهای نارو دست چپ. دیگه واسه چی دورت بگردم؟ الان میخوام شیردونم رو در بیارم، میدم بو کلمه علی گرفته. آقا کامران، الان مسائل خیلی مهمتری از اینکه شما شیره کیو خوردی این وسط وجود داره. اگه ایگه نداره با در مورد اونا صحبت. حالا که اینجوری شد، این خواستگاری اصلا من مشحال نمی کنم، از نظر من یه جوریه. من چرگی و پایین اینقدر چرتو بیر نگو سرمو درد دارم بابا، بیا پایین بابا. بابا جو راست میگم دیگه، بابا این خواستگاری با هم همکفو نیست. آره درسته، کف و کوفش یکی نیست. همکفو تنکفو سر، یعنی چی؟ یعنی چی نداره دایی جان، شما میخوایی منو بگیری اون وقتی پیتر علی رو بندازی به خانواده ما. آقا جون بازن ما اینجا زرعتی کنیم بابا. این حرفا چیه میزنی کامران؟ ماشاءالله ماشاءالله. صبر پیشه کن. صبر پیشه کن چی آقا جون؟ چرا تاریخی حرف میزنی؟ خب بیافش نگاه کن شبیه در مربا میمونه. بس دیگه کامران، زودتر تکلیف شیربها رو مشخص کنید لطفا. عمه جون آخه الان دیگه کسی شیربها بجه شیربها میگه؟ بینا خانم راست میگه، هر چی ایشون میگه راست میگه. من خودم صدیکمو میگیرم، من خودم قلیون و پتو پلنگی و همزن دستی میگیرم. اون وقت من چی بگیرم؟ تو دو تیکه بگیر، وسایل چوبی و غیر چوبی. الان احیانا فکر نمی کنیم حالا من این مقدار سنگین شو؟ نداره، به جاش سر جلوی خانواده همسرت همیشه بالا هست. این فکر کن همین چرندیاتی که ازدواج برای جوان ها صف کرده دیگه. مگه اومدید بونگاه معاملات ملکی که میزنید تو سر و کله هم؟ لیلا خانوم و نصرت خان. نصرت جان، شما میرید یه کوچه از این منزل سوشنا گزینید و بهای شیرتون رو خودتون مشخص کنید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. لیلا جون. شما خط تمومه شده. زیا جون. زیا. چیه؟ کارداش، کجا بشین کارت دارم؟ من میرم مسترا. یو وقت واسه مسترا زیاده بگرشید کارت. بگی حالا. بگرشید کارت. بعدم میگی. بگرشید کارت. یه روز دیگه میگی. بگرشید کارت. بعدم بزرگی. بگرشید کارت دارم. میگی. بگی به تمرک. اجا من کمرم یه خورده درد میکنه. بذار قدشید. حواسان نبود. اگه درد میکنه بس باش. باشو بریم، حالا که ما پولامون پیدا شده راجع به بیزنیکس آینده و ساختن مدرسه صحبت. این جوانان که ماشاءالله خودشون عاقلن و باقل میشینه با هم صحبت میکنن، اگه تفاهم داشتن ما بزرگترها وارد داستان میشن. اینو بعدن هم میتونستی بگی؟ نه اینجا خیلی مهم بود و اینکه منظرش خوب بود. بریم. ماجون دارو عزیزم، فقط قربون شکلت. حالا که این پولا برگشته یه نیم ساعت این پولا رو به باند ندیم، بذاریم ما یه همفکری کلی داشته باشیم. نگران نباش پسرم، من یک بیزینیکس من هستم. چرا اینجوری میکنیم؟ یه داستان داره بگم. خب رسیدیم به اصل بزرگ فامیل کبرا موسی. شما میشینین دوتایی با هم حرف میزنین، به تفاهم میرسین، به مهری و شیربها و اینا هم کاری ندارین، بقیهش با من. شما فقط باید هم دیگر رو دوست داشته باشین. پای موسا. بله. این خواهرم هم مثل گل میمونه، صبح به صبح فقط رفته دانشگاه برگشته خونه. بله کاملا از لجباتش مشخصه، مرسی از راه نمایید. آره فقط این مال زمانی که همه چی باب میلش باشه، وگرنه از گل کبرا به ماره کنند را تقریب بشه. بینا خانمون شما هم بلند شما شما بریم بیرون، اینا که زلاف شده یعنی حرفاشون رو که زدن، ما برمیگردیم با هم راجعه آیده شیرینمون صحبت. زودا اومدم. نه دیگه اینقدر نزدیک. آقا موسا جانم، شما از چه رنگی خوشتون میاد؟ مشخص آلبالویی. چه جالب، منم عاشق رنگ آلبالویی هم. پس میشه
یه ماشین آلبالی بخری؟ منظورتی خودروی آلبالی میگه؟ نه، یه یخمک آلبالیه. حرفا میزنید ها، معلومه منظورم یه ماشین آلبالیه. در ضمن، خونه ای که برام میخری باید تراس داشته باشه. حالا واسه چی تراس؟ واسه این که هر موقع بریم بیمحلی کردی؟ یا چیزایی که خواستم برام نخریدی خودم از اون بالا پرت کنم پایین. نه کبرا جان چه حرفی، شما هر چی بخوای من برات میخرم، شما فقط اراده کن دیگه، از این حرفا نزن. واقعا من دو تا سرویس طلا دیدم که خیلی دوستشون دارم، اونا رو واسم میخری؟ دو تا کمه؟ نه نه الان که میبینم واقعا منصفانه است. باش وای شما چقدر مهربونی، چقدر دوست داری. من عاشق گربه سبزی ام. اگه اینا رو واسم بخری منم قول میدم هر موقع که تو بگی، هر موقع که تو بخوای زنگ بزنم رستوران قرمه سبزی بیاره بخوریش. ممنونم واقعا زحمتت میشه، مرسی. نه بابا چه زحمتی، ببخشید من انقدر سوال میپرسم و بالاخره صحبت یوم زندگیه. نه راحت باش، خوب باشه، هر سوالی داری بپرس، من صادقانه قول میدم جواب. شما شغل و تحصیلاتتون چیه؟ نه که خیلی وقت همو ندیدیم، قبل از اینم اصلا مهم نبودی. هیچی نمیگم. ببین من فوق لیسانس دارم، خب با پدرم تو کار بیزینسی، ولی من قصد دارم به زودی این بیزینس هم رو گسترش بدم. میخوام از شما دو ساعت پکتون گرم شده. ما به تفاهم رسیدیم با هم. آفرین، چجوری؟ قرار شد آقا موسی یه ماشین آلبالی برام بخره با یه خونه بزرگ که تراس داشته باشه با دو تا سرویس طلا. منم زنگ بزنم قرمه سبزی بیارن بخوره. همین؟ آره عزیزم، من به همینم خانم. آخه آقا موسی جان یه دفت تشریف بیاری. خدا برسو جون. خوبی؟ تیغو دادی دستش، خودت هم مثل کالباس وایسادی زده پارو پودت کرده. دیدی؟ او چیکار کنم؟ من دوستش دارم، نمیتونم دلشو بشکنم. آدم بیشور زدی کمر ما رو شکوندی. دو تا سرویس طلا میدونی چقدر پولش میشه؟ گرمی چند حساب کردی؟ نفهم. من دو تا سرویس توالت نمیتونم واسه برات بخرم. اگه از همین الان سواری بدی پس فردا کهنه بچه باید لیست بزنی. برو گم شو بیرون. برو گم شو بیرون. همین شما این دیگه. همین شما این که ازدواج واسه ما قشر ضعیف سخت کردین. خدا لعنتتون کنه. باش بودم بیرون. سلام چش. آقا کامران، میگم شما چه رنگی دوست داری؟ قهوه‌ای. من میتونم یه سوال از شما بپرسم؟ ناراحت میشی؟ بپرس. بینا بقیه کن. کدوم بقیه کامران؟ بقیه چی؟ بقیه خودت دیگه، تو اندازه نیسان بودی. با کامران خب عمل کردم، ورزش کردم، رژیم گرفتم، رژیم گرفتم. اون تو اگه سرطان هم میگرفتی تو این مدت بعد اونقدر میشون بیاخته. میدونی چیه کامران؟ تو اصلا خیلی عوض شدی. قبلا به هیچ وجه حاضر ازدواج با من نبودی، تا رژیم گرفتم و عمل کردم موافق شدی. آخ 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 کامران، من همون مینا، ولی تو موقع قلب منو نمیدیدی. من فکر کنم تو خیلی ظاهربینی کامران. نه باور کن اصلا اینطوری نیست، من ظاهربین نیستم. اون موقع شما فقط ظاهر بودی. من خیلی سعی میکردم قلبتو ببینم، نمیتونستم. بعدشم من تازه فهمیدم که من فکر میکردم که ازدواج ما یه ازدواج سنتیه که قرار مداراشم پدر مادرامو گذاشتن. نمیدونستم من راضی، شما راضی، ناراضی. آره من تازه فهمیدم که تو خیلی باهوشی، نفر اول کنکور شدی، IQ 185. من
من به همه اشتباهات گذشتم پی مالیدم، یعنی پی بردم بینا. تو مثل کشتی گرفتن های حسن یزدانی زیبایی. چقدر قشنگ، خیلی ممنونم. آقا کامران، میگه که نظرت ما با هم ازدواج کنیم، بچه دار بشیم. بچه همون شبیه قبل عمل من میشن. میخوای بچه دار نشی؟ داره دیگه، اگه به تو بکشن شبیه قبل عمل میشن. میگم خدا کنه بچه همون موششون به من بره، چهرهشون به تو. آره آره آره، نه نه، خب وقتی این احتمال هست، اون احتمال هم هست که هوششون به من بره، چهرهشون به تو. این چه رسوایی به بار بیان. اصلا این حرفا چیه؟ من که هنوز جواب مثبت ندادم. خیلی خب، الان خودت چه؟ یعنی لوس نکن دیگه تو. نه این موسا واسه کبرا میخواد چی کار کنه، چی بخره؟ عزیز من، موسا پشتش به دریاست، دایی زیا هواشو داره، وگرنه تو که دیگه خودت داداش چلگوزتو میشناسی، قیمت نونو نمیدونه این بشر. بعدش نه، ما نیم ساعته که از زیر خط فقر اومدیم بالا، اجازه بده بیایم رو خودمون رو بتکونیم چشم. منم میخرم. من نمیدونم کامرا، هر چی که موسا واسه کبرا خرید تو هم ببره، نه بخری. من تموم سرکوب داره، خواهر شوهر بزنم که بشه با یه تو ندارم. ده میخرم دیگه، داره داد میزنه. اگه خودم رو نتونستم بخرم، بینی ما میگم برای اون بخره. چهار تا یک. ولی خوبش اینه که تو اصلا ظاهربین نیستی. اصلا با کامران، من کجا ظاهربینم؟ والا باز من قبلا به چهار تا مسائل چرت و پرت هم اهمیت میدادم، تو که فقط داری ظاهر رو میبینی. من میدونم، میدونم تو دیگه منو نمیخوای، میدونم دیگه منو نمیخوای، ولی من الان دلم پر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه اون هیکل کپالتو ببینم. چرا نخواب؟ من همون دختر دایی رو میخوام. باشه آقا کامران، گریه نکن. پس از من فکرامو بکنم، مشورتمو بکنم و جواب بدم. فکر نمیخواد که دیگه دفعه به سنگ داریم. مشورت دارم این آدم آقا قبوله؟ آقا در نقش کبرا.
گوژان هستن که مدیریت این آکادمی و نویسنده و کارگردان این نمایش و بازیگر نقش کامران جناب آقای مرتضی باشی. به جز نیما و احسان بقیه دیگه واسه آکادمی گوژان هستن. سال 96 که ما این آکادمی زدیم یه نفر خیلی به من کمک کرد، همیشه میگم یه بار دیگه به خاطر شایان رستمی رفت. عرضم به حضورتون که این نمایش از سال 97 تعیین و تدوین شد که به خاطر یه سری مسائل ما مجبور شدیم عقبش بندازیم، یه تغییرش بدیم تا جایی رسید که شما اینو تحویل گرفتید که اینو دیدید، وگرنه انشالله یه جای دیگه، یه موقع دیگه، مسئله اصلیش و قسمت‌های بعدی خانواده آقای کمال رو تحویل حضورتون بدید. از خانواده خیلی ممنونم که تشریف آوردن. کردیم که با میلتون نبود ازتون نسخه‌ای می‌کنیم، یه عکس یادگاری کنار هم داشته باشیم، بعدش دیگه مزاحمتون نمی‌شیم. بی‌برنامه.